سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان به هدف خود که مختل سازی انتخابات نمیرسند. طالبان در حمله انتحاری پروان 30 تن را کشته و مسئولیت انفجار کابل را بر عهده گرفتند. ساعت 1 بجا یک گرانباز برآمده که این توتای مردم و چیز بالا کرد. امروز شورای امنیت ملل متحد جلسه رأی‌گیری روی مسوده تمدیدکار یوناما را که دیروز با رأی نفی چین به تعویق افتاد دایر می کند. بارش جمهور ترامپ بار دیگر تاکید کرد که حملات بر تاسیسات نفت عربستان ممکن کار ایران باشد، اما امریکا منتظر نتایج نهایی تحقیقات است. بینندگان گرامی تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز سه‌شنبه 17 مای سپتامبر سال 2019 می باشد. این برنامه در صفحه دری صدای آمریکا در فیسبوک نیز به نشر می رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارش ها از افغانستان آغاز می کنم. طالبان مسئولیت انفجاری را که در شهر کابل در نزدیک چهارراه احمد شاه مسعود و حومه سفارت آمریکا و همچنین حمله انتحاری بر کمپین انتخاباتی رئیس جمهور غنی را در پروان بر عهده گرفتند، که در پروان از کشته شدن حداقل 30 تن و مجروح شدن حدود 40 تن دیگر در این انفجار انتحاری خبر داده شده است. رئیس جمهور غنی در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفته است که طالبان که دشمن نظام در افغانستان هستند با این حملات به اهداف خود رسیدن نمی توانند و انتخابات در افغانستان برگزار خواهد شد. یوناما نیز در یک توییت این حملات را تقبیح کرده و حمله بر مردم را در کمپین انتخاباتی که منجر به کشته شدن ملکی ها و غیر نظامیان شد تخطی از قوانین بین المللی خوانده است. شرح بیشتر تحولات تازه در قبال این دو واقعه را از همکارم سمسامه سیرت میشنیم که مکنون از استودیو کابل با ماست. سمسامه جان با سلام، آیا انفجار کابل هم تلفات داشت یا خیر؟ تعداد تلفات در پروان به چه تعداد رسیده و شما دیگر چه معلوماتی در قبال این دو حمله داره؟ سلام به شما خانم روزبه و سلام به بیننده های گرامی. حوالی ساعت 11:40 قبل از ظهر بود که یک انفجار در ولایت پروان رخ داد و فرد انتحار کننده سوار بر موترسایکل بود و در نزدیکی کمپاین انتخاباتی ستاد دولت ساز خودش را منفجر ساخت. در این انفجار 26 نفر کشته شد و 42 نفر مجروح گردید و تعداد زنان اطفال و کودکا هم شامل کشته شده ها و زخمی است. و همین گونه به حدود 1.5 ساعت بعد از انفجار پروان حوالی ساعت 1 یک انفجار در چهارراهی مسعود کابل در مقابل دروازه پیژنتون وزارت دفاع و نزدیکی سفارت آمریکا رخ داد که در این انفجار هم 22 نفر شامل 6 نظامی کشته شد و همچنان 38 نفر مجروح گردید. در این انفجار هم تعداد از زنان کودکا و مردا کشته و مجروح شدند و وضعیت تعداد از زخمی ها هم وخیم گزارش داده شده. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این حملات گفته که با وجود که تشدید حملات از سوی طالبا سبب ناکامی مذاکرات ایالات متحده با طالبا شد، اما باز هم طالبا به این اعمالشان ادامه میتن و این نشان میده که اونا نمیخواین افغانستان به صلح برسه. و همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که اینا زمانی که برنامه های انتخاباتی را هدف قرار میتن منظورشان این است که انتخابات را صدمه بزنن، ولی نیروهای امنیتی زمینه انتخابات را فراهم میسازن. در همین قسم سخنگوی ریاست جمهوری گفته که طالبا پیام به جز خشونت ندارن و اینا بر امنیت منطقه و جهان خطرناک هستند. ممنون و سپاس از شما. بلند تعداد تلفات ناشی از حملات طالبان به حدود 50 تن در پروان کابل رسید. تبریک از همکار ما هستم. ممنون شما.
برنامه را باز هم با گزارش مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفته است که آن کشور به حمایت از یوناما متعهد است و خواهان همکاری سازنده می باشد. این در حالی است که چین و روسیه در سازمان ملل متحد دیروز با ایالات متحده و سایر اعضای شورای امنیت روی موقف چین در شامل ساختن برنامه زیربنایی جهانی $1 تریلیون موسم به یک کمربند یک راه بیجینگ در فیصله نامه تمدید ادامه کار یوناما اختلاف نظر داشتند. این وضعیت در افغانستان در حال حاضر در مرحله بحرانی است. چین از ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما برای ادامه کمک بر روند بازسازی صلح افغانستان و توسعه اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کند. اعضای شورای امنیت ملل متحد اکنون مشغول مذاکره برای تمدید مسوده فیصله‌نامه تهیه شده توسط یوناما می‌باشد. ما امیدواریم که اعضای شورای امنیت مشترکاً از این اجماع مهم که در گذشته حاصل شده حمایت کنند. با نگرانی‌های یکدیگر احترام بگذارند، به همکاری سازنده در خصوص مسئله افغانستان احترام بگذارند و از وحدت شورای امنیت حراست کنند. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. رئیس جمهور ترامپ میگوید به نظر میرسد که حمله بر تاسیسات نفت عربستان سعودی کار ایران باشد، اما ایالات متحده منتظر نتایج نهایی تحقیقات باقی میماند. آقای ترامپ این سخنان را عصر دیروز در قصر سفید بیان کرد و افزود که ایالات متحده خواهان جنگ با ایران نیست، اما اردوی آمریکا از بعد نظامی کاملا آماده است. از سوی دیگر در پی کاهش حدود نیمی از تولیدات روزانه نفت عربستان، قیمت نفت خام در بازارهای جهان رکورد بلندترین قیمت را شکسته است. شرح بیشترین تحولات را از همکارم یلدا بکتاش می‌شنویم که در برنامه با ماست. یلدا جان، از اقدام عربستان آغاز کنیم و اینکه واکنش‌های کشور جهان در قبال تحولات چی بوده؟ خدمت بیننده‌های محترم برنامه، خوب در عربستان امروز مقامات آرامکو یا تأسیسات ملی نفت عربستان با هم ملاقات کردند و گفتند که کوشش می‌کنند در هفته جاری سطح تولیدات نفت خود را به میزان تعیین شده برسانند، اما تحلیلگران میگن که عربستان ممکن نتونه این مقدار را تولید بکنه با توجه به اینکه به خاطر این رویداد روزانه تقریبا 5.7 میلیون برل نفت نمیتونه تولید بکنه در حال حاضر، و نگفته هم که کی میتونه پس از سر بگیره این مقدار تولیدات. خب در خصوص سوال دومتان باید بگویم کشورهای جهان واکنششان دادن و تقبیح کردن این حمله به تاسیسات نفت عربستان، به خصوص کشورهای وارد کننده نفت خام عربستان. چین گفته که از نزدیک اوضاع را زیر نظر داره و از طرفین دخیل در این منازعه خواسته که خویشتنداری خود را رعایت بکنن. اسرائیل از جانب دیگر گفته که بر تبعات هر نوع حمله از جانب ایالات متحده علیه ایران آماده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به نظر میرسد حمله بر تاسیسات نفت عربستان سعودی که شنبه هفته جاری صورت گرفت کار ایران باشد، اما ایالات متحده فعلا قصد اقدام نظامی علیه ایران را ندارد و منتظر نتیجه قطعی است. به محض اینکه به طور قطع در این باره بدانیم با شما اطلاع خواهیم داد، اما این گونه به نظر میرسد. ترامپ این سخنان را دیروز عصر در قصر سفید بیان داشت و افزود که وی خواهان جنگ با هیچ کس نیست، اما اردوی آمریکا از نظر نظامی کاملا آماده است. حمله بسیار بزرگ بود و می توانست با سادگی با پاسخ بسیار بسیار بزرگتر از سوی کشور ما روبرو گردد، اما ما نخست می خواهیم بدانیم قطعا چی کسی آن را انجام داده است. روز گذشته ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی مدعی شد که نتایج اولیه تحقیقات حاکی از آن است که حمله روز شنبه بر تاسیسات نفت عربستانی توسط اسلحه ایرانی و در خارج از یمن صورت گرفته است. کلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مسئولیت حمله به تاسیسات نفتی عربستانی با ایران است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این حمله از یمن صورت گرفته باشد. تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط ایالات متحده 10 نقطه را نشان می‌دهد که گفته می‌شود توسط تیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار گرفتند.
سرمنشی ناتو نیز میگوید که از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد. ما از نزدیک وضعیت را زیر نظر داریم و از طرف های داخل می خواهیم تا از بروز چنین حملات جلوگیری کنند، زیرا می تواند نتایج منفی روی تمام منطقه بگذارد و ما نگران هر نوع افزایش تنش هستیم. رئیس جمهور ایران اما اتهام حمله به تاسیسات نفت عربستان که حوثی ها مسئولیت آن را به عهده گرفتن را رد کرده و میگوید که مردم یمن حق دارند از خود دفاع کنند. این که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست، راه حل اساسی هم پایان دادن به این تجاوز هست. با وجود تنش‌های اخیر، رئیس جمهور ترامپ احتمال گفتگو با مقامات ایران را رد نکرده است. خبری که امروز با پاسخ منفی رهبر ایران روبرو گشت. در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. نه در سفر نیویورک، نه در غیر سفر نیویورک. در واکنش به تنش‌های اخیر در شرق میانه، برای دومین روز متوالی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود از سال 1991 میلادی رسیده است. قیمت نفت خام برنت اروپایی دیروز 20% و WTI آمریکایی 15% افزایش یافت و قیمت بورس در وال استریت در نیویورک نیز افت چشمگیری داشت. باید اضافه کنم که برخی از مقامات آمریکایی که نخواستن نامشان فاش شود به خبرگزاری رویترز دیروز گفتن که آمریکا در نظر دارد که سطح همکاری‌های استخباراتی خود با عربستان سعودی در خصوص حوثی‌ها بالا ببرد، چون در گذشته قسمی که گفته شده سطح همکاری‌ها پایین بوده و عربستان از جزئیات درباره رهبران حوثی و جنگجویان حوثی اطلاع نداشتند. البته تصمیم گفته میشه ممکن با واکنش تند کنگره آمریکا روبرو شود. لینا جان ممنون و سپاس از شما. تشکر. ماموریت یونما در افغانستان امروز به پایان میرسد و قرار است ساعت 11 روز به وقت نیویورک درباره این فیصله نامه رأی گیری شود. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد تابال به این خبر واکنش نشان نداده است. شرح بیشتر این تحولات را از مارگاریت بشیر، خبرنگار صدا آمریکا در ملل متحد میشنیم که از استودیوی ملل متحد در نیویورک با ماست. مارگاریت، از جلسه رأی گیری دیروز آغاز کنین. آیا انتظار میرفت که چین رأی نفی بده؟ بله، توقع می رفت که این کار شود. به همین دلیل بود که روند رای گیری تا سه‌شنبه به تعویق افتاد. این باعث شد که برای طرفین زمان بده تا در شب دوشنبه شب در این مورد صحبت بکنن، چون ایالات متحده و چین روی چیزی که برای نظر مردم بسیار یک نحوی نوشتار و یا هم زبان مأموریت سازمان ملل متحد، باید هم قرار داده که مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان مطرح میکنه، مهم بود. در اینجا معلوم میشه که روسیه و چین به می خاطر روی یک مسئله منعیسی یک متحد در مقابل ایالات متحده استاد میشه. در اینجا چین تصمیم داره که ایالات متحده باید سر به طبعی که مسئله یک رایح کمربند تأسیسات اقتصادی و یا هم تلاش اقتصادی ایالات چین در افغانستان در مأموریت سازمان ملل متحد مطرح کنه و به رسمیت بشناسه. و این چیزی که بحث اساسی است ایست که در ماه مارچ هم مقامات ایالات متحده در برابر اقدام چین استادگی کرده بودند و عدم توافق داشتند، به خاطر از اینکه میگن که مسئله یک را یک کمرمند امو ابتکار اقتصادی چین که هست رابطه به مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان نداره و مأموریت همونطور که شما گفتین امروز خاتمه پیدا میکنه. خب امروز رأس ساعت 10 در ملل متحد در مورد موضوع رأی گیری میشه. آیا چین این بار رأی مثبت به این مثبت خواهد داد؟ از دیپلمات ها شنیدیم امروز که یک توافق بین طرفین به میان آمده در مورد از اینکه چگونه مأموریت نوشته شد و موادش چگونه آماده شود. معلوم میشه که ساعت 11 بجه روی مسئله صحبت میکنن و رای گیری میشه. به نظر میرسه که مسئله
ابتکار اقتصادی چین یعنی یک راه یک کمربند در این مسئله است. و ماموریت سازمان ملل متحد شما میفهمید که برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 که اون هم آمده نیست در 28 سپتامبر و همچنان حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان همه باید منتظر باشیم که باید منتظر ببینیم که در جلسه 11 بجه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی چی تصمیم میشه. ممنون و سپاس از شما مارگاریت از اینکه تعاملات را از مقر ملل متحد در نیویورک برای بیننده ارائه داشتیم. تشکر. برنامه را باز هم با خبر مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به گونه مجموعی 77256 نفر کارت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کردند. معاون عملیاتی دارالانشا این کمیسیون بر خبرنگاران گفت که 26209 کارت نظارت بر رسانه ها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی و متباقی کارت ها به 8 ستاد انتخاباتی کاندیدان داده می شود. نهادهای مدنی و رسانه ها 26209 کارت نظارت تاکنون دریافت کرده. در کناری 8 تیم از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری تا اکنون 51047 کارت نظارت دریافت کردند. آقای فروتن می‌افزاید که بسته‌بندی مواد حساس در حضور ناظرین و مقام‌های ولایتی این کمیسیون با دقت انجام شده و این مواد حساس به مراکز 33 ولایت رسیده است. نگرانی عمده در انتخابات پیشرو در افغانستان تقلب ذکر شده و جامعه جهانی افغان‌ها را تشویق به تدویر انتخابات شفاف و عاری از تقلب کرده است. باز هم از افغانستان، طالبان در حال مسئولیت انفجار و حمله انتحاری امروز را در کابل و پروان بر عهده گرفتند که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از سفر یک هیئت طالبان به ایران و بعد از سفر دیگری از آنها به روسیه خبر داده بود. از سوی دیگر قرار است به روز پنجشنبه این هفته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در جلسه استماعی کنگره امریکا و اعضای آن از جزئیات نشست خود با طالبان در دوحه معلومات بدهد. شرح بیشتر اهمیت سفر طالبان به روسیه و ایران و موضع امریکا در قبال آغاز مجدد گفتگوها با طالبان در سایه حملات امروز موضوع صحبت ما با آقای جیمز کانینگهام، سفیر سابق امریکا در افغانستان است که از طریق اسکایپ از واشنگتن با ما هستند. آقای کانینگهام سلام بر شما، ممنون از حضورتان در برنامه. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات با طالبان را به دلیل حملات و خشونت‌هایشان فسخ کرد و اونا بار دیگر امروز در حملات خود در کابل و پروان حداقل 50 ملکی را کشتند. آیا فسخ گفتگوها با طالبان به هدف مطلوب منتج شده یا خیر؟ فکر نمی کنم که هدف ای بوده باشه با خشونت ها نایل بشه. هدف ای بود که خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه و مذاکرات به می دلیل قطع شد که خشونت در اونجا ادامه داشت. بله. بله. خب فسخ گفتگو با طالبا به نظر میرسه که باعث فشار بر آنها برای کاهش خشونت نشده. باید چه فشار بر طالبان برای کاهش خشونت آورده شود؟ چندین راه و یا هم طریقی وجود داره. من فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ سیگنال و یا هم اشاره خود داده که اگر میخواین که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شود باید گفتگوها در مورد از اینکه طالبان در واقع برای مذاکرات صلح آماده هستند از طرف حکومت افغانستان و همچنین مردم افغانستان در اینجا شک وجود داره، اما طالبان هنوز هم به خشونت ادامه میدن و من فکر میکنم که
آوردن فشار از طرف حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در اونجا من فکر میکنم که فعلا راه درست است. خب طالبان حال به مسکو و ایران سفر میکنن، فکر میکنین که ایالات متحده را مجبور کنن که با طالبان مجددا گفتگوها را آغاز کنن؟ ما فکر کنم که طالبان باید فکر میکنن که یک منبع فشار بر ایالات متحده فقط میخوان با کسا و با آوازهای دیگه با تماس شون و صحبت بکنن. Addressee the principal interlocutor. بله. They need to talk to is the United States and the. ولی ایده فراموش میکنن که باید با جناهایی که باید به خاطر ختم خشونت و رفع مشکلات افغانستان صحبت شوه و تنها جانب ایالات متحده و حکومت و مردم افغانستان است. خب به نظر شما یک راه حل که در او تمام جوانب حکومت افغانستان، طالبان و امریکا برنده شوند و باعث ختم جنگ در افغانستان شوه وجود داره و اگر بله چیست؟ خب این بگوییم که به نظر ما راه بهتر بیرون رفت از این مسئله نخست تنفیز آتش بس بین طالبا و حکومت افغانستان است، چون مردم افغانستان بیشترشان طرفدار همی است که باید راه حل سیاسی در اولویت قرار داده شود، که به نظر من همی فهم که راه حل سیاسی در این مقطع چگونه میتونه باشه. همچنان ممکن خروج عساکر بین المللی و امریکایی، البته که به شکل کلی نه اما به شکل قابل ملاحظه، و باید ای تضمین شود که حکومت افغانستان، هر حکومتی که در اونجا باشه، یک شریک خوبی ایالات متحده در کار مبارزه با داعش افغانی باشه. ولی ای بحثم یک مسئله است که باید در آینده روی او تصمیم گرفته شود. ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای کنینگهام، وزیر که برداشت خود را در تحولات، تازه ترین تحولات البته در قبال گفتگوها با طالبان با بیننده ها در میان گذاشتن. تشکر. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. در پنجمین دور مذاکرات در مورد آینده سوریه که دیروز میان سران روسیه، ایران و ترکیه در آنقره صورت گرفت، هر سه جانب بر تصویب قانون اساسی سوریه توافق کردند. در این حال رؤسای روسیه و ایران بار دیگر حضور نظامی ایالات متحده را در سوریه غیر مشروع خوانده و خواهان خروج سربازان آمریکایی از سوریه شدند. یک گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه گفته است که یک تیاره ناشناخته شده صبح امروز مواضع جنگجویان تحت حمایت ایران را هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با قول از این گروه ناظر گزارش داده است که حمله امروز در منطقه ابو کمال در ولایت شرقی دیر الزور در نزدیکی سرحد میان سوریه و عراق صورت گرفته، اما در مورد تلفات چیز گفته نشده است. تنش در سوریه در حال ادامه دارد که سران کشورهای ترکیه، ایران و روسیه روز گذشته بر ایجاد یک کمیته به توافق رسیدند که مسئولیت تصویب مجدد قانون اساسی سوریه را خواهد داشت. ما روی تشکیل یک کمیته تصویب قانون اساسی و اصول کاریان توافق کردیم. ما به خاطر پیشرفت در روند سیاسی تلاش کردیم. طی تلاش‌های مشترک خود موانع در برابر ایجاد کمیته قانون اساسی را برطرف ساختیم. دیدار میان رهبران ارسه کشور که هدف آن بحث در مورد آینده سوریه بود، دیروز در انقره پایتخت ترکیه صورت گرفت. در این دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه تاکید داشت. حضور نامشروع نیروهای نظامی آمریکا در خاک سوریه
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور به عنوان یک کشور مستقل را به مخاطره انداخته است. رسیدگی به وضعیت در ولایت ادلب در صدر اجندای دیدار هر سه رهبر قرار داشت. با گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، در طول ماهای اخیر تلاش های ارسی کشور در کاهش خشونت در سوریه کمک کرده است. اما افزود که برای پاکسازی سوریه از وجود تهدید تروریستان گام های اضافی باید برداشته شود. بدون شک نگرانی در مورد وضعیت در شمال شرق سوریه وجود دارد. وضعیت امنیتی در آن نقاط و سایر بخش های دیگر سوریه باید تنها بر اساس اصول حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حل شود. ما بر این باوریم که تقسیم کردن سوریه به چندین زون غیر قابل قبول است. این دیدار پنجمین دور مذاکرات سه جانبه میان جناح‌های مخالف در جنگ سوریه بود. روسیه و ایران از متحدین کلیدی حکومت بشارالاسد رئیس جمهور روسیه می باشند. ولی ترکیه از آن شورشیان حمایت می کند که برای برکناری اسد تلاش دارند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. و خبر باز هم از شرق میانه توجه کنید. باشندگان اسرائیل امروز در انتخابات عمومی در حال رأی می دهند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با آزمون ها در برابر بینی گانتس، یک رهبر سابق اردو، مواجه است. گانتس در نظرسنجی روز سه‌شنبه با حزب لیکود بنیامین نتانیاهو بسیار نزدیک بود، ولی پیش بینی شده است که هیچ کدام از آنان اکثریت کرسی های پارلمان را ممکن در این انتخابات به دست نیاورند. نتانیاهو در کمپین انتخاباتی خود متعهد شده است که اگر برنده این انتخابات گردد، برخی از اراضی کرانه غربی رود اردن را با وجود اعتراض رهبران فلسطینی و اسرائیل ملحق خواهد ساخت. رهبران جهان امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید کنترل تسلیحات هسته‌ای را در اولویت نشستشان قرار دهند. این مطلب را یک گروه متشکل از 100 شخصیت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک بیان کرده و هشدار دادند که خطرات برخورد هسته‌ای، تصور اشتباه یا محاسبه غلط از زمان بحران راکت کیوبا تا کنون بیشتر نبوده است. ماه گذشته پیمان تاریخی سلاح هسته‌ای برد متوسط میان ایالات متحده و روسیه به طور رسمی خاتمه یافت. در ماه جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کشورش شروع به ساخت راکت های جدید خواهد کرد که قبلا تحت این پیمان منع شده بود، اما از آنها استفاده نخواهد کرد مگر اینکه ایالات متحده نخست این کار را کند. شکست سریع معاهده سلاح هسته‌ای برد متوسط باعث شد که گروهی از دیپلمات‌ها و رهبران برجسته اروپایی و روسی درباره خطرات جدید هسته‌ای هشدار دهند. آنها خواستار در اولویت قرار دادن کنترل جهانی تسلیحات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هستند. دس براون، وزیر دفاع پیشین بریتانیا و رئیس کرسی شبکه رهبری اروپا که هماهنگ کننده بیانیه بود، از جمله امضا کنندگان است. به طور خاص ساختار و طرح کنترل اسلحه که برای چندین دهه به آن وابسته بودیم در حال از بین رفتن است و صرف برای پیچیده تر ساختن امور تکنولوژی های نوی ایجاد می شود که با اسلحه هسته‌ای در هم آمیخته می شود که نه تنها ظرفیت کنترل نشده را ایجاد می کند، بلکه خطرات را سبب می شوند که قبلا هرگز ندیده ایم. آن سلاح شامل میزایل مافوق صوت است که طبق گزارش توان نقض تمامی سیستم های دفاعی را دارد. روسیه، ایالات متحده، چین و استرالیا در حال ساخت این سلاح می باشند. با گفته وزیر دفاع پیشین بریتانیا، کشورهای بیشتری در صدد ساخت این سیستم میزایلی هستند. اما سه دهه پس از ختم جنگ سرد، اروپا در خط نخست باقی می ماند. این اظهارات هشدار می دهد که صرف امنیت اروپا در معرض خطر نیست. در حالی که کوریای شمالی انبارهای سلاح هسته‌ای خود را افزایش می دهد، تنش‌ها میان هند و پاکستان مجهز به سلاح هسته‌ای اوج می گیرد و توافق هسته‌ای ایران در معرض خطر فروپاشی بعد از خروج آمریکا از آن معامله است. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم و همکارم محمد شکیب دوست میزبان شما در نیم ساعت بعدی برنامه به زبان پشتوس. آقای شکیب با سلام با شما، کمی در مورد محتوای برنامه معلومات بتین در نیم ساعت بعدی. سلام تاسو دران ولیدم کو تاسو په خبری ټولګه کې د پښتنو مشرانو د امن پر جرګې خبرې کوو، نور مطالب هم شته خو اوس د مهمو خبرونو